بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام به شما به برنامه گفتاورد خوش آمدید فرهنگ مقاومت ریشه در آموزه های وحیانی و آسمانی داره به واقع پیامبران پیشگامان اصلی مقاومت در برابر تواغیت، زورگویان و ستمگران در طول تاریخ بودند. تمام پیامبران با موانع بسیار جدی در برابر انجام مأموریت خودشان مواجه شدند و هرگز از مسئولیتی که برای ادای رسالت داشتند کوتاه نیامدند و در برابر سنگینترین و سهمناک‌ترین موجهای فشار مقاومت کردند در طول تاریخ روندگان راه انبیا و پویندگان مسیر توحید همواره در برابر فشارها و حجمه ها و حمله های سنگین دشمنان و منکران و معاندانشان مقاومت داشتند. نقطه اوج مقاومت در برابر ستم و زور و اجهاف آشورای حسینی است پس از آن هم در امتداد تاریخ و در ادوار گوناگون زمانهایی که تا کنون پشت سر گذاشته شده جریانهای عدالت طلب و آزادی خواه در سراسر جهان و در سراسر تاریخ از این الگه ها و آموزه ها پیروی کردند اکنون سطح دیگر و معاصر مقاومت را ما در خاور مشاهده می کنیم ایستادگی بینظیر مردم غزه در برابر یک سال نسل کشی بیرحمانه رژیم اسرائیل و اکنون مقاومت مردانه و شجاعانه مردم لبنان در برابر تجاوزات و های وحشیانه رژیم کودکش صهیونیستی از نمادها و نمونه های آشکار مقاومت مؤمنان در برابر جریان استکبار و تفرعون و تبختر و زور و ستم است همچنین مقاومتگران یمن، سوریه، عراق و افغانستان همه اینها متناسب با, با شرایطی که درش قرار دارن در برابر هر گونه فشار و ستمی مقاومت میکنن و از آرمانها و های خودشان دفاع میکنن در برنامه حاضر گفتاورد به این موضوع از منظرگاه تاریخی معرفتی خواهیم پرداخت و سعی میکنیم که این موضوع با وضوح اساتید ارجمند جناب دکتر عبدالعلی حسنی و جناب نظیر احمد محسنی اساتید محترم دانشگاه و کارشناسان فرهیخته روابط بین الملل برای شما گرامیان قابل استفاده و بهره برداری حد اکثری باشد به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید سلام جناب دکتر شما شروع میکنیم گفتمان مقاومت مبتنی بر چه فرهنگی است و به دینی تاریخی از چه پشتوانه های معرفتی برخوردار است بسم الله الرحمن الرحیم من احمد سلام دارم خدمت شما استاد محترم و همکاران گرامی شما و بینندگان محترم تلویزیون خب در بحث مربوط به گفتمان مقاومت همطور که از اصلاحاتی که استفاده شده مهمترین محورش بحث فرهنگ است وقتی درباره فرهنگ بخوای بحث بکنید در واقع پایه و اساسش بیشتر بر اساس ارزش ها هست عقاید باورها هست هنجار ها هست سنت ها و آداب و رسومی که باعث میشه یک جامعه یک به سری افرادی که در اونجا زندگی میکند مسیر زندگی خود را بر مدار اون عیار بسازند چی در حوزه فردی و چی در حوزه اجتماعی وقتی بحث از فرهنگ مقاومت میشه خود مقاومت هم دارای یک سری بسیار ارزش ها و پای ها و مبانی فکری هست که هم ریشه در مبانی دینی داره و هم در مباحث تاریخی تاریخچه اون رو وقتی بررسی میکنم در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته حالا اگر نظری تاریخی بخویم بحث بکنیم تقابل بین حق و باطل عدالت و ظلم همواره در طول تاریخ بوده همطور که جنوبالی هم بشارا کردید اصلا فلسفه ارسال رسول و آمدن پیامبر و به اصلاحات انبیاء بخاطر مبارزه با ظلم بوده با شرک با به کسایی که حق را پایمال میکنن آزادی مردم را سلب میکنن و بحثی وقت در بحث ظلم پیش های آیه قرآن کریم ما داریم که بحثی به وقتی وقت ظلم مطرح میکنه این شرک الا ظلم عظیم داریم یعنی بالاترین به اصلاح که وجود داره بحث شرک هست که باعث میشه خدمت شما همواره انبیا به دنبال ریشکنی بالاترین ظلمی که مسئله شرک هست که در برابر خدای متعال بودهای را یا افراد را به اصلا بیمانی نمادی قرار میدن و شریک قائل هستن در نتیجه اولین کاری که انبیا کردن که بیتارن این به اصلا ریشه اصلی ظلم را که بحث شرک هست این از بین ببرن چون کسان که واقعا اعتقاد به خداوند داشته باشند و به تمام معنا از نظر خدمت باشه خودی خداشناسی جایگاه خدا را قبول داشته باشه باور داشته باشه هم خالقیتش هم ربوبیتش در زندگی فردی و اجتماعی را هیچ موقع هیچ موقع مرتکب ظلم نمیشه هیچ موقع حاضر نمیشه حق کسی را زایی کنه و اینکه به سرزمین تجاوز بکنه یعنی دیگران رو عزت از آزار بکنه در نتیجه از نظر جایگاهی حالا بحث چون معرفت شناسی مسئله شناختی هست یعنی جایگاه خدا و خدا رو ما در همه اعمال و رفتار و کردار خود در امور فردی اجتماعی و غیره حاضر و ناظر بدانیم قطعا در رفتار فردی انسان تاثیر میگذاره و در حوزه اجتماع هم به همون نحو و از نظر خود معرفت شناسی یا راه و رویش هایی که برای شناخت وجود داره که ابزار مختلف وجود داره خب از نظر دینی خود وحی یکی از ابزار مهم شناخت است انسان به عنوان که یک موجودی هست که تمام چیزها را نمیدانه و هر اون که داره از آن خدای متعال است و و از اونجای خود خداوند به اصطلاح عالم هست و اولین معلم هست و تمام دار و ندار و حسی و دانش انسان برگرفته از خدای متعال هست این وحی خودش حلقه وصلی بین خالق و مخلوق است اون دانشی که نیاز داره اون چی که باعث میشه که انسان در مسیر درست حرکت بکنه از طریق وحی است که میتواند اونها رو به دست بیاره و در مرحله بعد بحث عقل هست که عقلی که انسان در وجودش نهفته است در واقع هم رسول باطنی است که رو میتونه که مسیر رو برایش نشان میده و در مراحل بعدیش خب ما می‌بینیم بحثی به اصلاح حواس و همچنین آثار گذشته ها و بعضی کشف و شهود اینا وجود داره در مجموع خودی همین معرفت شناسی هم اگر به اون چی که ما داریم شناخت ما به اصلاح انتهایش مبدعش خدای متعال باشه قطعا در همه عرصه تاثیرگذاری خود داره وقتی بحث مقاومت پیش میاد خب ما مقاومتی که داریم به چی معنای مقاومت مثلا در برابر چی در طول تاریخ بوده که همواره یک از اون مسیر اصلی که رای حق و عدالت هست به انحراف کشیده میشه مسیر دیگر رای تایی میکنه در نتیجه باید یک نیروی باشه که اولا در مقابل چنین حرکتی چنین فعالیت چنین سیاست مقابله بکنه تا اینکه به جامعه را و سیاست هایی که در یک جامعه حاکم است به مسیر درست برگردانه و اگر ظالمین هست در مقابلش افرادی باشه که به مبارزه بکنه تا اولا حق را به اون جایگاهش برگردانه به افراد حقش را بتونه استفاده بکنه و هم اگر کسانی باشند که زیر سیطره ظلم و استبداد قرار داره اینا به اصطلاح به استعمار و استثمار کشیده شده افراد باشه که رو آزاد بکنن بحث آزادی وجود دارد در این مرحله و در جامعه ای که ظلم در اونجا وجود داره باید به اقامه حق و اقامه عدل بپردازه اینا ما باید خب ریشد در مقایس دینی داره هر کاری که در اونجا انجام میدیم اگر در اینجا به اصطلاح پس ندیم قطعا در آخرت باید به اصطلاح تقاص پس بدیم اینها باعث میشه که اولا کسایی که شناخت واقعی داره خدا رو بر همه اعمال و رفتار خود ناظر و حاضر بدونه اصلا از مسیر حق مسیر منحرف نمیشه تا اینکه بحث مقاومت پیش بیاد خب جامعه هست افراد هست خب اینا دارای گرایش های مختلف غریزه های مختلف های و تفاوت اندیشه و بسل افکار و مقاصد هست یک ایده که از این مسیر به حق خارج میشه باید افرادی باشه که در مقابل زو قرار بگیره که خب در قدم نخست بیا هست و پس از او خب کسایی که واقعا تابع و پیرو و حق هستند خب در طول تاریخ بیا را ذکر کردیم حالا اگر بخویم مساخی در زمان پیامبر بخویم که زمان تاریخ اسلام را بررسی بکنیم ایشان مبارزه جدی با شرک و بود پرستی و تمامی به اصطلاح خرافاتی که در جمعه امروز عربستان وجود داشت و پس از اون باز میبینیم که ائمه خوب مثال کاملشون شما هم به اصطلاح که امام حسین خودش یک مستاخ به نمانه کامل استقابل حق و باطل هست که در اونجا امام با این که دست خالی بود دستش خالی بود و از نظر به اسلام اعوان و انصار از نظر نیروی نظامی و غیر قابل مقایسه با نظام حاکم اون زمان نبود با توجه به اون مفکوره ای که وجود داشت مبادی فکری ای که وجود داشت دستورای دینی و احساس مسئولیتی که در قبال هم افراد جامعه هم در قبال دین داشت و هم در قبال نظام سیاسی و اجتماعی باید این حرکت را شروع میکرد هرچند به قیمتی به صلاح شهادت خودش یارانش و اصحابش و همچنین اسارت خانداش می انجامه چون هدف وقت خیلی کلان باشه و بزرگ باشه دیگه قربانی دادن در مقابل هدف بزرگ خیلی به اصلاح میتونه بر افراد شناخت لازمی داره از معرفت لازم برخوردار هست خیلی راحت باشه مثل داستانی که در مورد حضرت علیم ذکر شده وقتی به شهادت میرسد در اونجا دیگه خودی شهادت را خودی مثلا عشقش به شهادت این عشق شهادت در راه خدا را از مثلا نزدیکترین و مهمترین بخشی که در زندگی انسان ارزش داره مادر هست مثلا شیر خوردن و غیره خیلی از اون بالاتر و با ارزشمندتر میدونه و با تمام حسی به اصلاح اون را برابر میبینه اینجاست که وقتی که جایگاه به فرد از نظر معرفتی در سطح بالا قرار داشته باشد دیگه هیچ موقع نمیاد به اصلا ظلم را بیپذیره و در مقابل ظلمی که در جامعه به اصلا وجود داره خاموشی را اختیار بکنه در نتیجه این همه مسائلی که حالا ما در شرایط فعلی هم شاهد هستیم اینا همه ریشه اولا در مبانی دینی دارد دو من به اسلام با بایس تاریخی رو داریم که اصلا منحصر در اسلام هم نیست ده ده. خیلی از ملت ها رو ما داریم که در مقابل ظلم و استعمار و استبداد مقاومت کردند مبارزه کردند مثلا در تاریخ معاصر اگر شما ببینید مثلا نیلسون ماندلا به اصلا در آفریقای جنوبی نمونه کاملی هست که در برابر به اصلا نظام اپارتایت به اصلا اون زبان به مبارزه میکنه سالهای سال در زندان و همچنین خب گاندی رو در هند میبینیم که باز ایشان در اون گفته معروفش میگه که ما به اون چیزی که الگویی داریم الگوی محمود سینه که باید در مقابل زون به اصلا استادگی بکنیم و بعدش می خب در به بین مسلمان ها کامیش می حضرتی حضرت امام خمینی را نام میبریم که در مقابل ظلمی که اونجا وجود داشت یک نظام که اصلا کلاً دستوراتش از غرب داده می شد به اصطلاح متوی و فرمان بنداری بندار کشور غربی قدرت های غربی در منطقه بود و هیچ گونه پایبندی و اساسات دینی اسلام نداشت و خب مبارزه کرد و موفق شد حالا در دنیای فعلی و دوران او معاصری که بحث مقاومت در فلسطین و غزه وقتی مطرح میشه اینا هم باره ریشه هاش برمیگرده اولا به اون مباحثی که بله. دینی که داریم که خب بحث به اسلام هم سرزمینیم در کنارش شخص داشته ما باعث اعتقادی هم تاثیرگذاری گذاری خودسی خود داره و گفتمان وقتی مطرح میشه در واقع کلیه یک حیطه کلانی از مثلا مسائل نظریات و گزارها و به احکام و اندیشه ها را در بر میگیره که یعنی بحثی فرهنگ هم در کنارش وقتی مطرح میشه یعنی یک چیزی نیست آنی و مثلا در یک مقطع کوتاه با وجود آمده شد یک منبول. زمینه خیلی طولانی دفعه داره دفعه. تا اینکه به این مرحله فعلی رسید سپاسگزار هستم از توضیحات بسیار خوب شما جناب استاد محسنی به لحاظ تاریخی و معرفتی با مفهوم مقاومت و پیشینه مقاومت تا حدی آشنا شدیم با توضیحات و تحلیل های جناب استاد حسنی شما بفرمایید که پیشینه و علل شکلگیری گفتمان مقاومت اسلامی در خاورمیانه چه بوده و این روند چه تحولات را از گذارنده تا به مرحله کنونی و شرایط حاضر رسیده بسم الله الرحمن الرحیم من سلام دارم خدمت شما و علیکم سلام و این بین اندار عزیز ببینید جناب آقای همونطور که شما انوان برنامه تان است بانی معرفتی فرهنگ مقاومت بحث بحثی است که باید معرفتی برگزار شود و با قسمی باشد که یک بحثی در واقع به یک نحوی ما بتونیم من بحث مبانی معرفت را باید بحث کنیم و هم بحثی که واقعگرایی و بتونیم مورد نگاه تطبیقی هم داشته باشیم, باشیم. 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 من میخوایم که از تعریف از معرفت شروع کنم تعریف از معرفت رو قسم شروع کنم که مورد قبول غربی ها است یعنی در فرهنگ اندیشه غربی ها تا حدود این تعریف نهفته است که قابل نقدام هست در فرهنگ اسلامی قبولش ندارن و بعد امید تعریف رو میخوایم تطبیق بتیم در مقاومت و در نهایت مصداق از مقاومت استاد بسیار طور مبسود به لحاظ تاریخی بحث کردن نیاز نیست که به فرهنگ دینی و اینا بپردازیم باز اگر در خلال صحبت ها شده آمد صحبت میکنیم در مصداق مقاومت را من چالا مقاومت مردم مظلوم فل... فلسطین در غزه روش بحث میکنیم ببینید ما از تعریف معرفت اگر شروع کنیم تا معرفت با یک تعریف بسیار کوتاه یک ای به باور صادق موجه میگن یعنی چیزی رو ما معرفت میگیم که باور صادق موجه بود داشته باشیم اما طور که از تعریفش معلوم است در تعریف این معرفت سه تا مسئله مهم است یکی باور دوم صدق و سوم موجه بودن حالا باور چیست؟ باور یعنی یک عقیده قطعی جازم درست که ما نسبت به یک امری یک عقیده قطعی داشته باشیم و اگر عقیده جزمی متزلزل نباشیم بله. 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 یا به بیان دیگه باور میتونه عمیقترین حالت روانی که در،, که در،, عقیده نسبت به امور یا امورات ایجاد میشه یا پیدا میشه در حالی که در صورتی که یا به طوری که حتی احتمال مخالفش پیش انسان ناپایدار باشه بی اساس باشه و بی پایدار بی پایه باشه یعنی باور هم یک چیز است یک مثلا مسئله دومی که خب این ای تعریف خود باور تعریف دوم صدق یا یکی که صادق باید باشه باور چی صادق پیدا میکنه به با این معنا زمان صادق پیدا میکنه که متعلق پیدا کنه متعلق باور کجاست متعلق باور یعنی یکی که شما باور را بتانین در امور خارجی یا در عالم واقع نشان بدین یعنی به چیزی که باور دارین در ذهنتان او رو تطبیق بدین در عالم خارج اگر نتونین یک باور ذهنی تان رو در عالم خارج تطبیق بدین پس این باورتان یک باور صادق نیست دیگه معرفت هم نیست در نهایت بعد اگر ما تونستیم باور داشتیم و تونستیم که من ملاک و منات صدقشان نشان بتیم اگر موجه نبود بازم مشکل حل نشده هنوز <applause> موجه اینه چی؟ یعنی که شما این باورتان مبتنی بر برهان باشه یعنی برای از این باورتان در کنار از که صادق است در کنار از که باور است باید یک توجیه مبتنی بر برهان داشته باشیم <applause> و با دلیل هم داشته باشیم خب حالا وقتی که ما میگیم, میگیم مقاومت حالا مقاومت باید بهش باور داشته باشیم اگر مفهوم مقاومت را مطرح میکنیم میگیم ما مثلا مقاومت میکنیم یا مثلا در غزه مقاومت صورت میگیره به چی معنا یعنی ما به این ای مسئله در مقاومت مردم فلسطین در مقابل یک نوع حکومت تاغوتی ما چی داریم باور داریم درسته و معرفت هم داریم نسبت به با باور خود خب پس این مقاومت چگونه شکل گرفته در برابر چی چیزی ببینید حالا به این رو بسنجیم ببینید شما اولاً که شما وقتی که در مقاومت مین می‌کنین بعد بحث مبانی معرفتی پیش میاد درسته ما تعریف از معرفت کردیم اول مبانی معرفت با چی ش... با چی شرایط مهمه مبانیش شعر بدیم یکی از این مبانی است که شما هویتتان اگر در مرعک از مبانی معرفت خود هویت است هویت یعنی چی یعنی پاسخ به این سوال کیستی و چیستی درست. پاسخ به چرا بحث روش میشه یعنی ما از کدام روش میتونیم مثلا این منظومه ای فکری خود را شرح کنیم اما وقتی که مسئله مسئله هویت است مکیستم کیستم و مثلا این پدیده چیست خب وقتی که ما به یک فرد میگیم تو کیستی خب راحتش ایست که من نظیر محسنی یک فرد مسلمان افغانستانی هستم امیر شما بیارین ببرین در بحث هویت برای یک فلسطینی یک فلسطینی شما بپرسین شما کی هستین میگه من یک فرد مسلمان فلسطینی هستم این یک بخش بخشی که مثلا ما هویت کیستی و چیستی مبانی معرفتی باور خود چیز میگیریم مقاومت ای یک مثلا مسئله دوم چی سرزمین یعنی این چیزی که ما یک تعلق به یک جغرافیای خاص باید داشته باشیم اه. یعنی من نظیر مسلمان متعلق باید به با سرزمینم باید باشم خب سرزمین این مردم کجاست فلسطین این مسئله دوم مسئله سوم که میتونم مبانی معرفتی مقاومت را شکل بده ایست که خب مبانی معرفتی یعنی ایستادگی در برابر ظلم ظلم ستیزی یعنی شما چی وقت میخواین مقاومت کنین؟ مقاومت زمان صورت میگیره که شما در مقابل ظلم ایستاد شوید شما این رو میدانین که ظلم یک انصر کامل دینی نیست ظلم و عدل است که حسن و قبح ذاتی دارد یعنی ذاتا در هر جامعه شما برین ظلم بد میگه و ذاتا در هر جامعه شما برین پرسان کنین بگین عدل میگه عدل خوب است. خوب است. پس ایستادگی در مقابل ظلم خودش که از مبانی معرفتی مقاومت است این دومین مبانی مبانی سوم مقاومت که بسیار ارزشمند و اخلاقی است کرامت است یعنی شما چی وقت باید بین استاده شوین در مقابل ظلم زمانی که کرامت انسانیتان زیر سوال بره بهم. در قدم اول شما در مقابل ظلم باید استاد شوین و بعد شما در مقابل چی استاد شوین در مقابل از اینکه کرامت انسانی انسان باید زیر سوال نرو همه این مباحث میتونیم تطبیق بدیم در غزه امروزی و در تاریخ اسلام شما ببینید اول بریم در تاریخ اسلام بعضی از فیلسوفان اخلاق حرکت امام حسین سید الشهدا از مدینه تا کربلا را به دو دسته تقسیم کردند گفتن در ابتدای حرکت ابی عبدالله بر اساس مقابله با ظلم حرکت کرد و شعار امام حسین ای بود کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا یعنی شما در مقابل ظالم دشمن باشین و در مقابل مظلوم کمک کنین تا ای که میاید در مقابل لشکر سپاه یزید قرار میگیره بعد بهشون میگه که خب نامه های کوفیان هم که توجیهگر حرکت امام حسین بود دیگه اونو از از امو وفایی که داشتن سرباز میزنن بعد در مقابل امام استاد میشن که میگن خب اجازه نمیتن که امام به طرف کوفه بره و مسائلی که در تاریخ اتفاق افتاده بعد امام میدونه که دیگه حالا کوفیان هم که پیام رد جواب رد دادن دیگه سادگی ندارن از اینجا دقیقاً انصر کرامت پیش میشه چطور یعنی وقتی که میاین به لشکریانی ازید در روزمان امام پیشنهاد میکنه که خب مرا بگذارین آزاد من میرم در گوشه های از سرزمین اسلامی میشینم و در اون در گوشه های از سرزمین اسلامی به زندگی خود خب ادامه, ادامه, میدم بعد اینا میگن نه تو یک راه بیشتر نداری یا باید بیعت کنی و یا باید کشته شوی اینجا چرا امام حسین دقیقا شعارش بعد تغییر میکنه بعد شعارش چی میشه هیهات من زلطه. زلطه. ما ذلت و خاری نمیخواهیم چرا تنها جایی که شما از جانتان باید بگذارین جایی که شما کرامتتان زیر سوال بره شما میبینین حق حیات یک حق ذاتی است که خداوند بر انسان عطا کرده اما یک زمان میرسه که از طرف بنده بنده او حی... حیات نفی میشه به امام گفته میشه یا باید کشته شوی یا باید, بیعت کنی باید. امام میگه خب این حق ذاتی که خدا به من داده نمیشه میشه که برای شما بتون یعنی کرامت خود زیر پای بگذارم او زمان میگه هیهات من و در نهایت به شهادت میرسه ای یک طرف قضیه همه این مسائل شما در فلسطین داریم شما ببینید یک سرزمینی که اشغال میشه یعنی که هویت سرزمینی بعض از انسان زیر پا گذاشته میشه یک ملتی که که رانده میشه یا کشیده میشه از سرزمینش به جای شک ملت دیگه میره هویت دوم زیر پا میشه مسئله سوم نسل کشی که شکل میگیره یعنی به این معنا که کرامت انسانی اصلا اینجا وجود نداره همه اینها رو شما در در تاریخ اسرائیل هم, هم میبینید و حتی در متون تحریف شده اسرائیل هم من شما مثال میرم شما میبینین اسرائیل یهود چند تا کتاب مقدس دارن تلمود است تنخ است تورات است شما در تنخ یهودیان در کتاب تورات در کتاب اولش در سفر پیدایش آیه نمیدونم چند است یک قومی را دارین به نام امالیق بعد یهودیان اولی را بگم برتون که تنخ چرا ما میگیم تحریف شده از نگاه تاریخی هم قابل اثبات است تنخ که کتاب است که جمعوری شده یا در قرن هفتاد سال قبل از میلاد تا 500 سال قبل از میلاد یعنی تفاوت تنخ از نظام های یهودی که حضرت داوود بگیریم حداقل 500 سال بعد از داوود جمع وری شده و ای اصلا ما چیزی نداریم که از او وحی که به عزت موسا و به پیامبران یهود می آمد اصلا به تنخ رسیده یعنی از او خاطر میگیم تحریف است چون واقعا سلسله ای که باید تنخ یا تلمود یا تورات امروزی که به دست یهودیان است رسیده واقعا امو, امو کتاب وحیانی است یعنی او رو ما نمیتونیم اثبات کنیم حتی خودشون در تاریخ ندارن اسپینوزا هم اینو نقد کرده مثلا توماس هابز از فیلسوفان یهود اینا رو نقد کرده که امی متن یهود ما نمیتونیم برسانیم داسن به موسی و بعد بگیم که یهوه خدا یهودیان به موسی وحی کرده در اونجا اینا یک چیز دارن که میگن امالی کسانی بود که با یهود درگیر شد و خداوند به یهودیان آن زمان فرمان داد و به گفت که همه امالیق را بکوشین قتل عام کنین زن کودک حتی چارپایان اسب همه را از بین ببرین ای قوم کدام قوم است قوم امالیق و ما دستور رسمی داریم شما ببینید بعد از حملات 7 اکتبر آقای ناتانیاهو در اولین سخنرانی خود مردم غزه را امالیق میگه یعنی چی یعنی یکی که از همه چیز چیکار کنین همه اینها را از بین ببرین چون ما در سنت یهود داریم که خداوند به ما فرمان داره که امالیق از بین ببرین یک دومی که معاون پارلمان یا کنست اسرائیل او میای به رسم رسما ادعا میکنه که باید غزه کاملا از بین برده شود آتش زده شود و هر چی کس در غزه کشته شود هر هر کسی که در غزه زندگی میکنه مسئله سوم بن وزیر امنیت اسرائیل میگه که در غزه شما اصلا قدام قد کنید بله همه ایشان هم از لفظ امالیق استفاده می کنند و فرمانی که خدا مثلا در تنخ خدای یهوه خدای تحریف شده یهود داده و گفته که قوم امالیق را از بین ببرین بعد شما یک خاخام دارین در, در اسرائیل که بعد از جنگ غزه او شروع میکنه به صحبت به نام خاخام مالی بعد میگه که از امی امالی قیات میکنه و ایره میاره که خدا گفته که همه اینا رو از بین ببرین و اونجا میگه که پسر من که در امی جنگ رفته و در فلسطین میخواه جنگ کنه با او تلفنی صحبت کردم گفتم هر جنبنده ایره که دیدی بکش هر جنبنده بله. بله. و ایره شما بیاد اینجا اسرائیل دو چهار دو تا نقض اساسی حقوق بشری شده اولا که جنایت جنگی انجام یعنی که ادهی از سرزمینش آواره کرده یک مسئله دومی که چیز مسئله دومی که نسل کشی یعنی شما عملا از زبان سیاست مداراش من این که گفتم در یک سال اتفاق افتاده بنگویر معاون کنست بنیامین نتانیاهو صدر رعظم خاخام مالی اینها همه کسانی هستند که مردم غزه مردم لبنان را میگن امالیق است کاملا محدور و دم است همه اینها را بکوشین بر اساس تنخی که ما داریم در کتاب مقدس خود در کتاب سفر پیدایش در تورات و خدا به ما دستور داده که را بکوشین و که گفتم براتون که چگونه تحریف شده است اینا این متون و, و ببینین توضیح که اینا میته و تعریف که اینا میته از خدا العزبلا یک خدای کاملا غیر اخلاقی و خدای کاملا الله تو بنا بالله که کاملا ظالم که هر چی جون بنده بود شما بکوشین به کودکم رحم نکنین به زنم رحم نکنین به مردم اینا با هم یک دیدگاه آمدن وارد شدن او طرف خب پس, پس ها با چی مقاومت میگن مقاومت در برابر هویت خود هویت مسلمان بودن چون اینا امالیق بهشون میگن برای دفاع از کرامت دفاع از انسانی از کرامت انسانی دفاع از که همه ایشون باید کشته شوند و دفاع از سرزمین این ای سه تا مسئله است شما ببینید یک کتاب سگانه داره آقای شلومو یک محقق یهودی در دانشگاه حیفا که او کتاب تحت عنوان اختراع قوم یهود است او خودش میگه میگه که ملتی نب ملتی بود آواره شد و ملتی نبود صاحب سرزمین شد فرهنگی مرد فرهنگ دیگر تأسیس شد یعنی به زبانه که برای شما میگم مردمانی بود آواره شدن مردمان جدید جاگزین شدن بله. یعنی نقد است که خودش لو به عنوان یک محقق رسمی یهودی خودش داره در کتاب اختراع قوم یهود این چند تا نکته ای که فعلا برای بله. شما بحث خیلی عالی بود قربان شما بس. استفاده کردیم سلامت باشید جناب استاد حسنی عناصر شکل دهنده به جریان مقاومت اسلامی در منطقه چه چی چیز چیزهایی است و چه چی چیزی این عناصر را با معنویت و اقلانیت و کارآمدی همراه ساخته خدمت شما در توضیح نیاز است که یک گروز نسبت به مبانی تفکر سهیونیزم و یهودیت که حالا فعلا یک نوع تقابل بین اونها و فلسطینی ها که نماینده اصلا اندیشه اسلامی مبانی فکری اسلامی هست داشته باشیم که از نظر به تقابلی اونچه که خیلی تاثیرگذاری خاص خود داره مبانی فکری هست از نظر به معرفتی معرفت این مشکل هست از نظری نظر جهان بینی یک نوع تقابلی بین اون به اصطلاح دانش داره اندیشه که داره مفکوری که داره زیر ساخت های فکری اونها با اونچه که در فلسطین و بین مسلمان ها هست به وجود داره خب یک عنصر اساسیش بودی به اصطلاح دینی میشه ما مطرح بکنیم همطور که جناب آقای موسینی مطرح کردن در کتاب به نام تلمود که به اصطلاح در واقع کتاب به اصطلاح در قالب احکام شریعت هست شریعت به اصطلاح یهود هست در اونجا توسط فرد به نام خاخام یوخاس به اصطلاح در سال 1500 میلادی جمع آوری شده خب در واقع تفسیری از کتب دیگری به اصطلاح یهودی هست به خصوص تورات در اونجا یک سری مبانی فکری رو مطرح میکنه آموزه هایی را که در واقع ریشه و اساس و پایه صهیونیسم و نجات پرستی و یهودی ها برگرفته از امو آموزه است که در این کتاب آمده و از نظر اعتبارم در بین یهودی ها برخی اوقات به اصلا نویسنده ها می نویسند که حتی بالاتر از خود کتاب تورات برای اونها ارزش داره از نظر به جایگاهی که موقعیت که در اونجا چند مسئله رو مطرح میکنه که اینا از نظر فکری واقعا چالش خیلی جدی داره با شرایط موجودی که ما به اصطلاح در خاورمیانه در جهان داریم در قدم اول یهودی ها معتقد بر این هست که در اون کتاب آمده که اصلا برگزیدگان خدا هستن اینا اینا به برگزیدگان خدا هستن به اصطلاح آموزه اولش دوم و اینها هستند که خدمت شما شود دنیا مال این هاست از اونجایی خدای متعال به اصلاح مالیک این هستی هست و اینا برگزیدگان خداوند هستند کل این دنیا مال یهود هست و آموزه بعدی که دارد در همین ها میگه خب غیر یهودی ها هم اگر مالیک چیزی هست تلاش بکنیم که از دست رو بگیریم بخریم و از طرف دیگر نسبت به خودی غیر یهودی ها میگه خداوند وقتی یهودی ها را آفرید برای به خدمتی به یهودی ها دو نوع حیوان را فریده. یک حیوان زی شعور که کلی غیر یهودی ها را شامل میشن یعنی همه انسان ها همه انسان ها اینا باید در خدمت یهود باشه و دوم حیوان های بسیار بی که بقیه حیوانات رو شامل میشن اینا هم بارا باید در خدمت یهودی ها باشه و حیات اینها مال یهودی ها است خواستن به حیات به اونا میدن به نه میتونه که به از بین ببرن و در قدم بعدی میگه خب خود یهودی ها جایگاهشون نزد خداوند محبوب تر از ملائکه هست یعنی مقربان درگاه الهی اینها هستند و از طرف دیگر نسبت به غیر یهودی ها میگه اینها حیوان های انسان نما هستند که فقط برای خدمتی و به اصطلاح یهودی ها آفریشته و هیچ گونه ارزشی نداره اینها مثلا نه جانش نه مالش نه نا ناموسش حتی به اصطلاح تجاوز به عنف و به اصطلاح اینا رو به مجاز میشوند از نظر شریعت هیچ گونه به اصطلاح اکراه ندارن و مجاز میشورن میگه چون اینا حیوان هستن حیوان که به اصطلاح نداره اخت نداره در نتیجه به جواز داره و دیگر میگه که اگر بین یک یهودی و غیر یهودی به اصطلاح اختلاف نزاع پیش بیاد در یک دادگاه مراجعه بکنند اگر هر چند غیر یهودی به حق باشه حق با یهودی هست چون اونا ارزش ندارن هیچ گونه حقوقی ندارن و از طرف دیگه نجات غیر یهودی اصلا جرم گناه ها. اگر یک فرد در یک چاهی افتاد این یهودی اگر او را نجات بدهد گناهکار است و وظیفش چی؟ وظیفش یکی سنگم روی این چا بگذاره که او از بین برود و در اعیاد مختلفی که دارن و حتی به اصلا خون در بسا هر عیدی بر از یکی از چیزهایی که باید باشه خون مثلا غیر یهودی حتما روی به اصلا میز باشه و او را در شیشه بکنن یک غذای درست میکنن که با خاخام بزرگ تقدیم می میبینیم که از نظر فکری زیر ساخت فکری صحیح یهودیت اصلا بر ضد حقوق بشری هست یعنی مثلا کلا نابودی حال یک آموزه دیگر هم که مطرح میکنه اونجا میگه تا زمانی که به اصلاح حکومت جهانی یهودی ها به اصلاح برپا میشه باید دو سوم جمعیت جهان از بین بره قربانی شوند و از بین رفتن اینها هم باید در راستای چی باشد در راستای به قدرت یهودی ها حالا ببینید که از نظر اقتصادی هم با توجه به همین مثلا زیر ساخت فکری وجود دارد بحث سوق دور ربا و غیره و که به اصلاح های به اصلاح غیره یهودی ها مثل مثلا فلسطینی ها در سر زمین فلسطینی اینا خصم میکنن از نظر مبانی فکریش هیچ گناه به برای اونها چی ندارن به اصطلاح عذاب وجدان نمیاره چون مجاز و این کشتارهای هم که انجام میدن اینا در راستای همین دستورات میگه شما به هر میزانی که میتونید اینا از بین ببرید تا نابود شه اینا اون دو سوم جمعیت رو در میراث میبینه و از طرف دیگه بخو بحث اون ادعای ارزی که دارند که خدمت شما شو شوه که اونم در سر جای خود که نه اون گام اول هست یعنی کلا سیطره اولیش به اصطلاح این محدوده هست و در نهایت اون چی که میخواین سیطره بر کل عالم هست ببینید در یک جبهه این قرار داره با این مفکوره صهیونیسم که وقت پایه‌گذاری شدن هم بر همین مبنا پایه‌گذاری شده و فعلا هم اعمال و رفتار جنایت هم که انجام میدن خب ما اگر به اصطلاح بشینیم خود و خدا و کلاه ما قاضی قرار بدیم بگیم خب اگر هیچ کسی اعتقاد و باوری به با دینی نداشته باشد آیا این همه فجایعی که در فلسطین به وجود آوردن در طول یک سال گذشته اینا یعنی قابل پذیرش هست <applause> با هیچ مثلا مسائل عقیدتی چی وجدانی اخلانی و مثلا اخلاقی دیگه بکنی بشری قابل پذیرش نیست اما میبینی که اینا انجام میده با خیلی راحت این همه جنایت انجام میدن و بعضی مثلا هم سربازاش وقت میره مصاحبه میکنه یک موردی که در این اواخیر به اسرائیل سربازی در لبنان و درک واصل شد می من فقط دنبال به اسرائیل بچه خود میگشتم کنار به از بین ببره خیلی لذت می استاد چون فرصت خیلی محدود آره. است این حالا میگیم درو در بحثی به چیزی که شما مطرح کرده که مثلا تقابل آره. در حد آره. دو خیلی ده. مختصر می خوام اشاره در این طرف به اسرائیل خب هستند هستن که خود صاحبی از این سرزمین میدانند هم بودن از نظر برسلا تاریخی هم اثبات شده است و از نظر عقیدتی هم باید در مقابل کسانی که حق اونها رو زایم می به اصطلاح نسبت به آنها ظلم روا میدارند و حق اونها را از بین میبرند عدالت را به زیر پا می و هستی و دارایی اونها را به کرده از نظر مبانی دینی اینها ملزم هستند که باید در مقابلش به اصطلاح مقاومت داشته و مبارزه بکند و ما آموزه جهاد داریم در اسلام که در همین مواقع است که به نشان داده بشه و مقاومت فلسطین هم در همین صورت گرفته هم بحث به مسئله سرزمین هست که باید مسئله سرزمین و بحث دفاع مطرح میشه دفاع سرزمین دفاع از ایمان دفاع از مثلا انسانیت دفاع از حقوق انسانی دفاع از آزادی دفاع از تاریخ و مثلا هستی و هویت خودی به اصلاح فلسطینی ها هم مطرح هست که اینا باید شده که این عناصر بحث سرزمین سر جای خودش که یک بوده با دیدگیش بحث مبانی معرفتی میشه خیلی ممنون فرصت محدود است در حد چهار دقیقه وقت داریم جهانبینی اسلامی در جهت مهندسی فرهنگ مقاومت و بازپروری این فرهنگ در جامعه چه فراینده را مطرح می بسیار کوتاه سوال سخت است نیاز به شرح بیشتر داره ما چگونه می توانیم روحیه مقاومت را در برابر زرگویان و ستمگران در نهاد جامعه در قلب جمعی جامعه نهادی بسازیم و این روحیه را فعال و پویا و زنده نگه داریم اولا اینکه استادگی در برابر ظلم بله. در هر جا باشه قبلا هم گفتم دفاع از کرامت انسانی شما این در مبانی دین هم دارین و لقد کرمنا بنی آدم همه خداوند بر همه انسان ها کرامت داره بر علاوه از که استاد قبلا فرمودن که یهودیان فکر میکنن فقط ما کرامت داریم مم. اما در اسلام هم چیزی نیست مسئله بعدی که هست برپایی عدل من که نکته خدمت شما عرض کنم میگه در زمان خلافت امیل مومنین حضرت علی علیه السلام حضرت داشت کشت کفش رو میزد بعد ابن عباس آمد گفت یا علی چیکار میکنی؟ گفت کفش ما اصلا میزنم روی خود رو طرف ابن عباس گفت که کفش ما چقدر قیمت داره؟ گفت که چیز نمیرزه گفت که با الله قسم اگر حکومت بر شما اگر من یک حقی را بستانم و در مقابل یک ظلم استادگی نکنم به اندازه امی کفش ارزش نداره اینو مبانی است که ما مقاومت را در دنیای اسلام بر ما توجیه میکنه و در تا در, در آموزه های دینی داریم همه آموزه های دینی بر استادگی در مقابل ظلم و برپایی عدل و احقاق حق استوار است تمام اینا رو استاد قبلا کاملا مشرح شرح دارن. برگردیم به سوال قبلیتون که پیشتر نشد به او برسم گفتین که تاریخ مقاومت در خاور میانه شما ببینید تا تاریخ مقاومت در خاور میانه دو بخش داره اولین این بخشش که استعمار اولین زمانی بود که در خاور میانه باعث شد که مقاومت شکل بگیره حتی قبل از اون میتونیم بگیم مثلا شما جنگ های صلیبی صلیبی رو در در قرن 11 و دهم میلادی که در اونجا اولین مقاومت بر مبنای توحید شکل میگیره یعنی دفاع از دیانت و در قالب جهاد فرصت شما بسیار خوب بعد در دفاع در مقابل استعمار در قرن 18 و 19 میلادی و در نهایت مقاومت فعلی که در خاورمیانه شکل گرفته مقاومت در مقابل یک رژیم طاغوتی به نام اسرائیل که مردم مظلوم فلسطین و لبنان فلان ریدس خیلی سپاسگزاریم از توضیحات و تحلیل های هر دو استاد ارجمند فراوان استفاده کردیم و بسیار آموختیم دعا می کنیم که اولا جریان مقاومت در سراسر عالم یعنی هر مقاومتی که در برابر ظلم و ستم و طاغوت و زورگویی صورت می گیره. و مخصوصا در خاورمیانه و در کشورهای اسلامی به پیروزی و موفقیت دست پیدا بکنه عدالت محقق شود و اون رؤیای تاریخی و آرمانی انسان برای تحقق عدالت در سراسر زمین مخصوصا با ظهور حضرت حجت محقق شود و سالیان این برنامه هم برای شما بینندگان عزیز قابل استفاده بوده باشه خدا نگهدار